بسم الله الرحمن الرحیم. این خیمه ها نبود که آتش گرفته بود، آتش میان سینه او شعله می کشید. راهی نمانده بود برایش به غیر صبر، باید دل از عزیز سفر کرده می کشید. مردی که رفت و از سر نی حس بودنش قطره به قطره سرخ و غریبانه می چکید. آن مرد رفت و واقعه را دست زن سپرد، باید حماسه پشت حماسه می آفرید. السلام علیک یا زینب الکبرا. بینندگان عزیز و ارجمند، سلام علیکم. انشاءالله که حال شما خوب باشد. در پناه خداوند متعال طاعات و عبادات عزاداری های شما قبول. با کمال افتخار با برنامه مصباح الهدا به طور زنده و مستقیم از شبکه جهانی هادی تیوی در خدمت شما عزیزان هستیم. ایام ماه محرم را تسلیت عرض می کنم خدمت شما، و به همین مناسبت یعنی ایام عزاداری و سوگواری، موضوع این برنامه را اختصاص دادیم به اهمیت و آثار عزاداری که انشاءالله در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم اگر در این زمینه مطلبی دارید حتما با این شماره و از طریق واتساپ با ما در ارتباط شوید. شماره مثبت 964-780-255-40-13. عزیزان همراه، در این قسمت از برنامه استفاده میکنیم از بیانات ارزشمند کارشناس محترم جناب حاج آقای رمضانی. عرض سلام دارم خدمت شما، انشالله که حال شما خوب باشد و عزاداری های شما قبول باشد. تا اینکه گفتگو میکنیم راجع به آثار و اهمیت عزاداری، با بینندگان آغاز سخن بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما مجری محترم و همه بیننده های بسیار محترم و عزیز سلام عرض میکنم و از خداوند سبحان طلب میکنم به همه ما توفیق بهترین اعمال را عنایت بفرماید و عزاداری هایی که در گوشه و کنار عالم در رسای اهل بیت انجام شده و میشود به امضای امام زمان علیه السلام برسد انشاءالله. صحبت راجع به آثار عزاداری بود که گریه ما، سوگواری ما بر آقا ابا عبدالله الحسین چه برکاتی دارد، چه آثاری دارد، و اینها رو بیان میکردید. امشب هم به تناسب وقت دوست داریم که اینها رو از زبان شما بشنویم و استفاده ببریم. بله، خب من این مقدمه را قبلا عرض بکنم خدمت بیننده های بسیار محترم که ما هرچه از آثار عزاداری و از اهمیت عزاداری و ذکر اهل بیت بیان بکنیم، باز هم مثل یک قطره که ما از دریای بیکران بخواهیم برداشت بکنیم و آنچه که ما میگیم بسیار اندک است در برابر اون حقایقی که در ارتباط با اهل بیت وجود دارد در عالم هستی و در برخی از کتابها نوشته شده و به یادگار مانده. یکی از آثاری که نسبت به عزاداری اهل بیت علیهم السلام باید بسیار دقت بکنیم بیننده محترم، بحث برکتیه که به زندگی یک انسان از طریق عزاداری داده میشه. ببینید، ما گاهی وقتا یک فرد نگاه میکنیم که 100 سال عمر کرده ولی برکتی در زندگی او نمیبینیم، یکی یک آثار خوبی از او به جا مانده باشه، یک فرزند خوب از او به جا مانده باشه، در جامعه خود مؤثر بوده باشد، برای فامیل خود مؤثر بوده باشد، این میشه یک عمر بی برکت. از او طرف یک نفر میبینه که شاید 50 سال عمر کرده باشد ولی به جامعه خود بسیار مفید میباشد، به خانواده خود، آثاری که از او باقی مانده، این نسبت به عمر انسان که برکت داره. حتی بعد از مرگش هم نام و نشانش و آثارش باقی است. باقی است. گاهی مال انسان برکت داره. یک فردی شاید بسیار درآمد داشته باشه ولی ماندگاری برای اونیه، این مال برای او برکتی نداره و زندگی او رونق پیدا نمیکنه. گاهی یک فردی است که درآمد متوسط دارد ولی زندگی او با برکت، سفره او با برکت، نان او با برکت هست و
زندگی با برکتی داره. در روایات ما که نگاه میکنیم، کسی که با حسین ابن علی آشنا بشود، با خاندان اهل بیت، با خاندان محمد و آل محمد صلی الله علیه اجمعین آشنا بشود، زندگی او برکت پیدا میکند، نان او و نام او برکت پیدا میکند، رزق و برکت پیدا میکند. ما به خاطر ای که کلام ما مستند بر روایت باشد، از پیش خود چیزی نگفته باشیم تا نزد خدا مؤاخذه بشیم، یک روایت بسیار شریفی که در کتاب شریف مستدرک در جلد 10 صفحه 318 حدیث 14 نقل شده خدمت شما عرض میکنم. در روایت این رقم دارد که یه وقتی حضرت موسی علیه السلام علی نبی نا و آلی و علیه السلام از خداوند سبحان این سؤال را مطرح فرمود که خدایا چرا امت پیامبر آخر الزمان بر سایر امتها برتری داده شدن؟ یک سؤال است، یک فردی که از فرد دیگری برتری داده می شود علت باید داشته باشد. ما همین قسمت این نکته رو در داخل برنامه عرض بکنم. در قیامت داریم که دو نفر در بهشت حاضر میکنن، این روایته، یک نفر هست که مقام او از دیگری برتر میشه. بله. این میگه خدایا ما که همیشه در کنار هم بودیم، رفتار ما شبیه هم بود، گفتار ما شبیه هم بود، جلسات که میرفته مثل هم بود، این چی رقم شد که این فرد که رفیق مثلا شاید 40 ساله ما بود، این از ما بالاتر عملی که از ما بیشتر نداشت. خداوند میفرماید که او از ما طلب میکرد، دعا زیاد میکرد، درخواست زیاد میکرد، به خاطر او چون دعای او طلب او بیشتر بود، او خوب درجات او هم بالاتر. پس علت داره ای که امت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر امت های حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، امت های قبلی افضل هست، برتر هست، علت داره. و این سوال حضرت موسی از خداوند مطرح کرد، یعنی شنیده بود قبلا که بله، برتری وجود بله، داره بله. و برایش جای سوال شد که علت این برتری چیه. بله. خب خداوند متعال حکیم است، ای که برتری داد فرمود علت برتری امت آخر الزمان، امت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر امتهای قبلی، به خاطر 10 تا خصلته، اینا 10 تا ویژگی دارن، به این جهت برتری پیدا کردن. یکی از اونها نمازه، 2 زکات هست، 3 روزه هست، 4 حج است، 5 جهاد است، 6 جمعه هست، خود اعمالی که در روز جمعه است، جمعه سید روزگار هاست که باز او رو انشاءالله اشاره میکنیم اگر فرصتی بود. یکی جماعت هست، اعمال اینها جنبه اجتماعی دارد، گروهی دارد. یکی قرآن هست، خود قرآن باعث عظمت این امت شده که معجزه است جاوید. یکی علم است، این بسیار دعوت به علم در این شریعت و در این آیین شده. و یکی هم عاشورا هست. خداوند به سبب این 10 تا خصلت این امت برتری داد. کلمه عاشورا وقتی که گفته شد برای حضرت موسی، این سوال مطرح شد که عاشورا یعنی چی؟ به چه مفهوم هست؟ چه کاری هست که به خاطر او امت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برتری داده شده؟ لذا از جبرئیل سوال کرد و جبرئیل جریان عاشورا را برای حضرت موسی بیان کرد. این جالبه که ما بدونیم بیننده متنوعی به تاریخ نگاه میکنیم، روایات فراوان متواتر داریم که انبیای قبلی به توسط جبرئیل، به توسط وحی الهی خبردار بودند از جریان عاشورا. نمونه او همین روایت شریف هست که حضرت موسی به این طریق خبردار میشن. حضرت آدم در روایت داریم که خبردار بودند، حتی وقتی که توبه ایشان قبول شد که فتلقا آدم من ربی کلمات، و کلماتی که گفتن خدا حضرت آدم از خداوند دریافت کرد که توبه او پذیرفته شد در ترک اولایی که انجام شده بود، او کلماتی بود که الهی یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق حسن، یا قدیم الاحسان، یا عبارات مختلفی دارد، زل احسان قدیم الاحسان به حق حسین، که وقتی نام حسین را می بردن عشق بر چشمان ایشان جاری می شد و می گفتن این سر او چیه؟ من این کلمه را که می گم عشقم جاری می شه. اونجا باز خداوند و توسط جبرئیل به حضرت آدم جریان فرزند
حضرت آدم را که از نسل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست برایشون بیان کردن. اینجی وقتی که جناب جبرئیل این جریان بیان کرد که عاشورا یعنی یک جریانی میشه، بعد امت پیامبر بر فرزند پیامبر به خاطر مصیبت های فراوان عزاداری میکنن، گریه میکنن، جلسه میگیرن، کنار هم از فضائل اهل بیت میگن، مصیبت امام را ذکر میکنن. بعد جبرئیل فرمود از لسان خداوند سبحان که بنده ای در این جلسات شرکت نمیکنه و بر حسین ابن علی و مصیبت او گریه نمیکنه مگر ای که خداوند بهش را بر او واجب میسازه. یک. دو، به هر درهمی که در راه حسین ابن علی در راه خداوند و اهل بیت صرف میکنه، اطعام میکنه یا مهمانی میگیره یا عزادارا رو اطعام میکنه یا خرج میکنه، درست، خداوند 70 برابر او در همین دنیا مرحمت میکنه. عجب. ای جدای از او که من جاء بالحسن فلو 10 امثالها، 10 برابر او که جای خودش هست، ای جدای از او وعده‌ای که در قیامت خداوند به انسانهای مؤمن داده، برکت در همین دنیا به مال او داده میشه. شاید او پولی که خدای نکرده میخواسته صرف بیمارستان بکنه، صرف درمان بکنه، اونا از او جای خود. پس یکی از مهمترین آثار و نشانه های عزاداری برکت در مال هست، اونم در همین دنیا. در همین البته دنیا اون برتری هایی که اشاره کردید، برتری امت پیامبر بر امت های سابق، به جای خود هم واقعه عاشورا و هم عزاداری، اینها به جای خود، این برکت هم یک نکته بسیار مهم است. چون به وقت اذان مغرب به افق شهر سامرا رسیدیم، با اجازه شما و بینندگان عزیز اذان را میبینیم و میشنویم. بعد از اذان برمیگردیم با ادامه برنامه مصباح الهدا، در خدمت شما بزرگواران هستیم. قال علي بن الحسين عليه السلام رحم الله العباس فلقد آثر وأبلى وفدي أخاه بنفسه حتى قطعت يداه وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. خداوند رحمت کند ابوالفضل العباس را که بی تردید جانبازی کرد و خود را فدای برادر کرد تا دو دستش قطع شد. برای عباس نزد خدای تبارک و تعالی مقامی است که در قیامت همه شهدا و اولین و آخرین بدان رشک می برند. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی برنامه مصباح الهدا، برنامه‌ای که به طور زنده و مستقیم از شبکه جهانی هادی تیوی تقدیم شما عزیزان می‌گردد. یک بار دیگر ایام ماه محرم و تسلیت عرض می‌کنم و همچنین این روزها همه ملت و مردم افغانستان داغدار حادثه مهم هستند که تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما در اثر یک انفجار در فرودگاه های کابل شهید شدند و کشته شدند. انشاءالله که با سید و سالار شهیدان آقای امام حسین علیه السلام محشور باشند و شفاعت و عنایت ویژه این آقا نصیب این عزیزان بگردد. صحبت میکردیم با کارشناس محترم برنامه حاج آقای رمضانی پیرامون آثار و برکات عزاداری. خواهش میکنم با برنامه همراه باشید. حاج آقای رمضانی، بیان کردید که یکی از مهمترین آثار و برکات عزاداری برکت در همین دنیا هست. یعنی کسی که عزادار هست و پولی را در این راه خرج می کند، درهمی را خرج می کند، 70 برابر او را
به دست می آورد و در همین دنیا به دست او خواهد رسید، جدای از ثوابهایی که در آخرت نصیب او خواهد شد. آیا می شود بگوییم که نمونه هایی از کرامات اهل بیت و امام حسین رو که در این دنیا وجود داشته است و دیده ان تاریخ نگاران نقل کردن، اینها رو ببینیم و بشنویم و بدانیم کرامات اون بزرگواران چه اندازه زیاد بوده است؟ بله، ما اگر که خواسته باشیم وارد این بحث بشیم که کرم اهل بیت و کرامات اهل بیت بیان بکنیم، خود این یک بحث مستقله، ولی به خاطر ای که بحث مطرح شد به یک چند نمونه را از باب ای که تبرک بشه ای محفل ما و کلام ما به فضائل اهل بیت اشاره میکنم. ما در زیارت جامعه که بسیار زیارت با محتوا و بزرگی است نسبت به معرفت اهل بیت علیهم السلام، میخوانیم که و اصول الکرم، یعنی ریشه های کرم و معدن های کرم اهل بیت علیهم السلام هستند و هیچ کاری که در راه اهل بیت انجام بشه رو بی پاسخ نمیگذارن. در قرآن کریم خداوند از اینها توصیف کرده، ای بالاترین مدال هست که در جای جای قرآن به عنوان مثال در سوره انسان یا سوره در یا سوره هل اتا که سه تا اسم سوره شریفه داره، خداوند از اهل بیت توصیف می‌فرماید که ویطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. اینا وقتی که او غذای اندک خودشان آماده میکنن برای افطار که نوش جان بفرماین، وقتی یک کسی فقیری میآید، اسیری میآید و مسکینی میآید، یتیمی میآید، اونا تقدیم میکنن، ایثار میکنن. این نشانه کرم اهل بیت است. یا در یک وقت دیگری که وجود مقدس امیرالمؤمنان در حال نماز بودن، فقیری به مسجد داخل میشه، کسی به او توجه نمیکنه، حضرت او انگشترشان را در نماز به او میبخشن، که باز قرآن توصیف میفرماید. این عظمت را ببین که خداوند کرم یک فرد را بیان میفرماید، تعریف بکنه. خب یک فرد انسان تعریف کنه، او کجا و خداوند در کتابی که جاوید میماند تعریف کنه که فرمود انما ولیکم الله و رسوله والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. که خب برخی دیگه هم خواستم در این با انجام این کار بعد از این آیه خودشان شریک بسازم، ولی در اونا آیه نیامد. این آیه فقط در شنه و روایت متواتره که هم از طریق ما هم از طریق دیگران نقل شده در ارتباط با وجود مقدس امیرالمؤمنین هست. یا در تاریخ داره که وجود مقدس حسین ابن علی علیه السلام به بالین یک بیمار رفتن به نام اسامه ابن زید. بله. که خب این اسامه هم یک جریان های خیلی زیبایی دارد که وارد او نمیشیم. فرد بالاخره خوبی بود، فرد با شرافتی بود، آبروداری بود. دیدم که این ناراحت است و بیمار، فرمودم چرا بیمار، چرا ناراحت هستی و غمگین هستی؟ گفت من از این بیماری شاید شفا پیدا نکنم، ولی یک غمی که دارم او ایه که یک دین بسیار سنگین بر دوشم هست که این سنگینی میکنه. من همینجی از خداوند سبحان طلب میکنم که همه دیندارها، همه قرضدارها رو خداوند لطف کنه که بتونن دین خودشون رو ادا کنن، و اگر یک مؤمن توان او هست بتونه دین یک انسان مؤمن رو ادا بکنه. وجود مقدس حسین ابن علی فرمودم چه مقدار تو قرض داری؟ گفت 6000 درهم. سنگین بود. فرمودم من به عهده میگیرم، این کرم اهل بیت، به عهده میگیرم. گفت که من میترسم که این به بعد از مرگ من بیفته. فرمودم نه، من قبل از این که حادثه بشه این مبلغ را تهیه میکنم و پرداخت میکنم. یا در تاریخ باز داره که یک فقیر وارد مدینه شد، گفت که کریم ای شرکیه، گفتن حسین ابن علی. در خانه حسین ابن علی را که حلقه در را کوبید یک شعری هم خوان. معنی او شعر ای رقم میشه که کسی که در خانه شما اهل بیت بکوبد دست خالی بر نمیگردد، ناامید بر نمیگردد. بسیار مضمون عالی دارد این شعر. حضرت به سر نماز بودن، نماز کوتاه‌تر کردن و در باز کردن، و اون مقداری که در خانه داشتن حدود 200 درهم بود تقدیم کردن به او فرد و فرمودن که اگر بیشتر هم می بود ما تقدیم می کردیم. اینا یک نمونه های بسیار
کوچک هست از رفتار و سیر اهل بیت، که اینها در دنیا هست، در وقتی دنیا که هست. زندگی میکردن و زندگی مادی داشتن، الان که در عالم آخرت زندگی میکنن شاید دستشان بازتر باشد و کسی توسل بی عزیزان بکند احتمالی که دستگیری کنند بسیار بیشتر هست. بسیار هست، بسیار. پس بنابراین اگر عزیزان ما به خصوص جوانهای عزیز دوست دارن که عمر اونها با برکت بشه، مال اونها با برکت بشه، با حسین ابن علی علیه السلام بیشتر از پیش طرح دوستی و محبت بریزن. یکی دیگه از آثار بسیار مهم و نشان دهنده اهمیت عزاداری اینه که اصلا خود عزاداری یک عبادت بسیار بزرگ است. ما عبادت چی رقم تشخیص میدیم؟ رای اینه که وقتی ما به سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نگاه میکنه، به سیره معصوم نگاه میکنه، رفتار او شخص برای ما حجته. درست. گفتار او شخص برای ما حجته. تقریر او، یعنی اگر کسی در حضور او کاری انجام بدهد و او سکوت کند، برای ما حجته. خب با این ستا مقدمه وقتی نگاه میکنیم به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، امیر مؤمنان علیه السلام، فاطمه زهرا علیه السلام، انبیاء قبلی علیه السلام، نگاه میکنیم که اینا خود اینها برای حسین ابن علی علیه السلام عزاداری کردن، گریه کردن و دو در کلام اونها سفارش کردن مسلمان ها را به برپایی عزاداری، و فرشتگان هم حتی عزاداری میکنن. پس وقتی نگاه میکنیم که در سیره پیامبر، در کلام پیامبر، در گفتار پیامبر ای هست، میشه عبادت. چی رقم ما میگیم نماز عبادت است، روزه عبادت است؟ به خاطر اینکه پیامبر اینو بیان فرموده، در قرآن آمده، پیامبر هم تبیین فرموده. چون که فکر اینطور به ذهن انسان میرسد آقا رمضانی که عزاداری ها خودش عبادت نیست، بلکه زمین ساز عبادت ها هست. کسی که به مجلس عزاداری میرود و ذکر فضائل امام حسین میشود، نماز اول وقت او، جوانمردی او، مروت او، صداقت او، ما تشویق میشیم که مانند او باشیم، عبادت کنیم و با خداوند ارتباط داشته باشیم. اما اینکه خود این مجلس، خود این عزاداری، خود این سوگواری، اشک ریختن ها، بر سر و سینه زدن ها، این خودش عبادت باشد، این نکته خیلی بله. مهمی هست. خب پس بنابر این اینو دقت بکنیم، یک قدم بعد به عقب برگردیم. جدای از اینکه ما در جلسات به فضائل اهل بیت آشنا میشیم، به کلمات اهل بیت و آثار زیادی که در جلسات قبلی گفته شده، بعدن گفته میشه، دوستان دیگر گفتن، خود ای شرکت و عزاداری عبادته. باز به خاطر ای که سخن ما خالی از روایت نباشد، یک چیز ما به دین نبسته باشیم که از دین نباشد، خدای نکرده، که ای بسیار بدعت است، تشریع است، گناه بزرگی است. به علاوه ای که ما از عمل کرده پیامبر در روایت متواتر داریم، روایت هم داریم که از وجود مقدس امام صادق علیه السلام هست، فرمودن نفس المحموم لظلمنا تسبیحون. اگه یک کسی همی که یاد او از جریان کربلا میفته، از مظلومیت حسین ابن علی یاد میکنه، آبی مینوشد و از لبهای تشنه حسین ابن علی یاد میکند، یک نفسی میکشد، فرمود این نفس او تسبیح حساب میشه. همین رقم که سبحان رب العظیم و به حمد عبادته، اون نفسی که در آهی که میکشد، آه یا حسین، یا در جلسه وجود مقدس حسین ابن علی و اهل بیت فقط نفس بکشد، هنوز جلسه هم شروع نشده ولی به نام اهل بیت این جلسه منعقد شده، نفس کشیدن، مثل که در مسجد کسی نفس بکشه، تنفس در مسجد خودش ثوابه، تسبیحه. یا ماه رمضان میفرماید، ماه رمضان هر نفس انسان به اندازه یک تسبیح حساب میشه. فکر میکنیم یک کتاب هم به همین عنوان نوشته شده، کتاب نفس المحموم. بله بله، او هم برگرفته از همین حدیث شریف احتمالاً باید باشه. فرمود نفس المحموم لظلمنا تسبیح، یک نفس میکشه تسبیحه. با یک نفس کشیدن اختیاری هم نیه، خود به خود انجام میشه. و همه لنا عباده، همی که غم میخورد، همی که به فکر ما هست، به فکر اهل بیت هست، به فکر حسین ابن علی هست، این خودش عبادته. لا اله الا الله، واژه عبادت به اطلاق شده. و کتمان و سرنا جهاد فی سبیل الله، و اگر اسرار ما را حفظ بکند، او چیزایی که به هر کسی نباید گفته بشود، اون را حفظ بکند،
جهاد در راه خداست. مثل که برخی از علوم اهل بیت، اینها خب هر کسی گنجایش شنیدن اونها را نداره، یا خلقت اهل بیت، خلقت نورانی اهل بیت، اون مقاماتی که دارن قبل از این عالم، خب اینا از اسراری هست که شاید هر قلبی توان تحملش نداشته باشه. اسراری که بخواد یک بحث مفصل داره، اسرار اهل بیت چی هست؟ که حتی بعضی اسرار رو مثلا مخالفین و دشمنان نباید اینها بدانند و متوجه. بله بله، خب به خاطر اینکه امکان داره انکار بکنن و به گناهات مثلا یک عاقبت‌های سوء گرفتار بشن. فرمود که کسی که کتمان سر ما رو بکند، ای از جهاد در راه خدا حساب میشه. و بعد فرمودن که یجب ان یکتب هذا الحديث بالذهب. امام فرمودن واجب است که این حدیث با طلا نوشته بکنه. یعنی در عظمت یاد اهل بیت اینقدر مهمه که این حدیث واجب است که به طلا نوشته بشه، یعنی ارزش دارد. قدر این حدیث بدانید. کتمان سر اهل بیت، شرکت در مجالس و نفس کشیدن و هم و غم ما اون ظلمی باشد که به اهل بیت روا داشته بله شده. بله، به فکر اهل بیت باشین. آفره. خب وقتی که عبادت شد، عبادت مستقل یعنی جدای از کارهای دیگه، درست، یک شرایط هم باز دارد. او ایده که تقوا باید باشد و خلوص نیت، چون فرمود این نمایه تقبل الله من المتقین. یعنی اگه عزادار وقتی عبادت او قبول میشه که گناه نکنه و خدای نکرده ریا نباشد، خلوص باشد که انشالله هست، و تقوا باشد. این دوتا که در کنار این مراسم ها باشد، این میشه همون عبادتی که فرمود و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. یک مصداق میشه همین عزاداری. درست. یکی دیگه از آثار و برکات عزاداری که باز نشاندنده اهمیت عزاداری هست و باز نشاندنده لطف اهل بیت، لطف خداست به ما که ما در این راه قرار گرفتیم. و من همینجا این نکته اشاره بکنم، بیننده های محترم، وقتی ما اگر توفیق پیدا میکنیم به یک جلسه شرکت بکنیم، قدم اول شکر خدا رو بکنیم. بله. که لئن شکرتم لأزیدنکم. همین جمله بسیار معروف که ما در برخی از مراسم ها تاکید شده که این بگیم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین. این بسیار لطفیه که خدا شامل حال ما کرده که ما این همه لطف از برکت اهل بیت به ما رسیده. خود این شکر دارد. او آمرزش گناهان هست و توجه ویژه حسین ابن علی به عزاداران خودش هست. یعنی جدای از این که توجه همه اهل بیت هست، پیامبر هست، فاطمه زهرا هست، امام زمان هست، خود حسین ابن علی در جلسات خود و کسانی که شرکت میکنن، کسانی که نوحه میخوانن، کسانی که سینه میزنن، کسانی که منبر میرن، کسانی که اطعام میکنن، کسانی که خدمت گذاری میکنن، از اول جلسه تا آخر او، قبل او، بعد او، اینا حسین ابن علی نگاه ویژه دارن. باز به خاطر ای که کلام ما مستند باشد به قول معصوم علیه السلام، یک روایت بسیار زیبا که در کتاب شریف کامل و زیاره می روایت آمده، در بهار شریف هم آمده، جلد 44 صفحه 292، یک تکه از روایت اینه که فرمود و انهو لینظرو، یعنی خود حسین ابن علی از عالم معنا نگاه میکند، نظاره میکند، الا من یبکی، به کسی که به او گریه میکند، در مصیبت او اشک میریزد، فیستغفر له، وقتی امام چشمان او را نگاه میکنند برای او طلب استغفار میکنن، میگن خدایا ببخش اوره، او جوانی کرده، خطایی کرده، ببخش، طلب است. و وقتی امام معصوم برای یک فرد استغفار بکنن، طبعا گناهش بخشیده میشه. و یسأل ابا الاستغفار له، و از پدر گرامی خودشان امیر مؤمنان هم درخواست میکنن که شما هم برای این فرد طلب استغفار بکنید از خداوند سبحان. و یقول ایها الباکی، و از همه عالم خداوند ندا میدهد. و حسین ابن علی بیانگر اون ندا هستن که ایها الباکی، ای کسی که گریه میکنی، لو علمت، اگر میدانستی که ما اعد الله لک، خدا ای ور عالم برای تو چی فراهم کرده از نعمتهای الهی، لکنت بل لفرحت اکثر مما حزنت،
از این غمی که داشتی بیشتر از او شادی میکردی، ولی خب این عالم به دنیا پرده ها هست، مثل همون که در شب عاشورا وقتی یاران ابا عبدالله یقین کردن به این که در کربلا شهید میشن و تعهد سپردن که میمانیم و حضرت ای را از چهره اونها فهمیدن، به علم غیب میدانستن که اینها میمانند، یک پرده را کنار زدن و جایگاه اونها را در بهشت نشان دادن، که خود این یک مصداق از اسرار اهل بیت است که گفتیم اسرار فاش نکنه. گاهی این رقم هست که گاهی به یک فردی زمان مرگ اور میگن، مکان مرگ، مثل میسم تمار، خب او تحمل داره که بگه که حفظ بکنه به کسی نگه، یا تحمل داره که مثلا او از یک شهری به شهری تیول عرض بکنن، ای از اسرار اهل بیته که به کسی نگه، از این شهر به یک آن به شهر دیگری بشه بره. و اونجا حسین ابن علی یک پرده ای از اسرار کنار زدن و جایگاهی فهمدم. اگر تو میدانستی که چه خداوند بر تو فراهم کرده، شادی تو بس افزون و بیشتر از حسن تو می بود. بعد فرمود که لیستغفر الله، بعد خداوند به خاطر دعای حسین ابن علی امیر مومنان تمام گناهان او رو میبخشه. آجا خیلی از مردم ارادت دارن خدمت امام حسین و به خصوص برادر ایشان حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. داستانهایی رو شنیدیم که در هنگام مرگ کسانی در عالم قبر خود، حالا شب اول قبر بوده، عالم برزخ بوده، خیلی معذب بودن، خیلی ناراحت بودن، اما چون در دنیا عزاداری کرده بودن، در اونجا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام به فریادشان رسیده و به دادشان رسیده و چقدر خوشحال شدند که این اتفاق برایشان افتاده. و همونطور که شما اشاره کردید، ای کاش ما در همین دنیا می دانستیم که این عزاداری ما چه اندازه می تواند تأثیر داشته باشد در عالم دیگر برای خود ما. آفرین. خب ای از اسرار و حکمت‌های الهی هست. ما در سوره یاسین هم این جریان را داریم، وقتی که او حبیب نجار، او مؤمن سوره یاسین، به خاطر اینکه دعوت کرد مردم را به سمت خدا، مؤمن آل فرعون، بله، به سمت توحید دعوت کرد و اونها طاقت نداشتن و این مؤمن را شهید کردن، به بسیار وضع فجیعی شهید کردن، که اتفاقا داریم که سابقین، از جمله سابقین یکی همین فرد هست، درست، از سابقون یکی همین فرد هست که مصداق بارزه ای آیه اهل بیتن، یکی هم ای فرده گفتن. اونجی دارد که وقتی به شهید شد گفت یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، ای کاش این قوم من بفهمیدن که خداوند چه الطافه به من کرده، گناهای من بخشیده، خطاهای من بخشیده و من از مقام اکرام برخوردار ساخته. خب چرا ایر گفت؟ به خاطر باز همین نکته که وقتی کنار رفت برش، آفرین، او فهمید، به خاطر اینکه او از بس قوم خودش دوست داشت، گفت کاش اینا هم میفهمیدن که دست از گناه برمیداشتن. یعنی اگر این جوان عزیز بفهمد که وقتی شرکت در جلسه حسین ابن علی میکند، او ور عالم چه عنایت خدا به او میکنه، او به مراتب عشق و علاقه او بیشتر میشه و به خاطر این عشق و علاقه دست از گناه برمیداره، تحول در زندگی پیدا میشه. که مگه فرصتی باشه یه به خاطر همی که ورودی باشه به اثر بعدی ایش رو بکنم، که یکی از آثار عزاداری اهل بیت تحول در شخصیت انسانه، عاقبت به خیری انسانه، هدایت انسان هست. من این حدیث شریف خدمت شما اشاره بکنم، که حدیث معروف، یک مقدمه داری حدیث معروف، این حدیث که میگیم ان لوسن مسبال هدا، یک مقدمه داره. مقدمه اونه که در کتاب شریف عیون اخبار و رضا جلد یک صفحه 60 این حدیث آمده که حسین بن علی فرمودن به یک روز خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شدم، دخلت علی و عنده ابی بن کعب، یکی از اصحاب پیامبر هم نزد پیامبر بود به نام ابی ابن کعب. وقتی من داخل شدم، ببینیم این سخنان پیامبر همه معنا دارد که بماند، که بفهمد. پیامبر رو کردن به حسین ابن فرمودن السلام علیک ابا عبدالله یا زین السماء والارض، یا زین السماوات والارض،
زینت آسمان ها و زمین. زینت آسمان ها، قرآن میگه این کواکب زینت ای آسمان های ظاهریه. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، خورشید در ستاره آسمان بمونه. گفتم زینت آسمان ها، این آسمان دنیا که حالا به این زیور داره، آسمان های هفتگانه، آسمان های معنا، زیور اونها توی، زینت اونها توی آسمان ها. عبی ابن کعب که میگن گای اسرار بعض تحمل ندارن، برای سوال شد، تعجب میکنه، گفت که آیا ای پیامبر خدا با وجود شخصیت مثل شما که شما بعض زینت آسمان ها و زمین باشید و هستید، خب طبعا هر مقامی که اهل بیت دارن پیامبر هم دارن، چون از پیامبر به اونها رسید. به تبع رسید، پیامبر نور اعظمن و اینها انواری که از پیامبر تشعشع کردن، نور واحدن. گفت که آیا با وجود شخصیتی مثل شما حسین ابن علی هم زینت آسمان ها و زمین هست؟ پیامبر به خاطر این که بگیم از این بالاتر هست، می یک گوشه او را اشاره کردن، فرمودن که والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم به او کسی که، قسم به خدا خوردن پیامبر به خاطر که عظمت بیان بشه، قسم به کسی که منو به پیامبری به حق برگزیده، فرمود ان الحسین ابن علی، حسین ابن علی علیه السلام، فی السماء اکبر منه فی الارض، در آسمان ها خیلی مقام و عظمت او بیشتر از اونی که در زمینه. زمینیان قدر او رو ندانستن، نشناختن و نمیشناسن، آسمانیان میشناسن، جبرئیل میشناسد، میکائیل میشناسد، عزرائیل میشناسد، فرشتگان عرش الهی میشناسن، خزان بهشت میشناسن، حوریان میشناسن، زمینیان چی فهمیدن؟ بعد فرمود پیامبر صلی الله علیه و سلم که و انه لمکتوب ان یمین العرش، در یمین عرش، که باز خود عرش چیه؟ بحث مفصلی هست، جایگاهی از شاید خداوند آماده کرده که یک حقایق در او مشخص شده. فرمود ان یمین العرش، در قسمت سمت راست عرش نوشته شده که حسین ابن علی چراغ هدایت و کشتی نجات. اتفاقا آجا عنوانی برنامه هم که مصباح الهدا انتخاب شده و برگرفته از همین حدیث زیبا هست که اشاره کردید به معنای چراغ هدایت هست. بله، و همینجا اشاره بکنم که عالی ترین نعمتی که خداوند به یک انسان مرحمت بکنه نعمت هدایت. اینه که ما در نماز در هر روز دعا میکنیم، دعا میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، این هدایت رو میتونیم، با اینکه ما لطف خدا شامل شده که نماز میخوانیم، ولی باز ای که هدایت توسعه پیدا کنه، استمرار داشته باشه، لا تزغ قلبی بعد اذ هدیتنی نباشه، بعد از اینکه لطف کرده خدا ما به این خط آمدیم، خدای نکرده با برخی از کارها بر نگردیم به عقب، منحرف نشیم، ایره از خدا هر روز طلب میکنیم. و این راه هدایت، چراغ هدایت، اهل بیتن، پیامبر هست صلی الله علیه وسلم، حسین ابن علی است، به خصوص که کشتی نجات هم در کناری هست، یعنی یک چراغ هست و کشتی. به تعبیر برخی از بزرگان میگفتن که کشتی نجات با کشتی های دیگه فرق میکنه، با کشتی مسافر بری. چون مسافر بره راه خودش میره، یک عده مسافر داره یا بار داره میبره به یک مقصدی، ولی کشتی نجات او به دنبال افراد میگرده. عجب. یعنی او میگرده کجا، در کجای عالم یک یا دریا یک فردی غرق میشه، یا دست پا میزنه، یا کمک درخواست میکنه، او به دنبال افراد میره. حسین ابن علی به دنبال افراد میرن. حتی یک تعبیر هم داره آجای رمزانی که حالا کلمه مصباح الهدا خودش خیلی معنای بلند و عمیق دارد، یعنی که همطور که اشاره کردید هدایت چه اندازه برای انسان مهم است، حالا او کسی که چراغ هدایت باشد، یک مشعل فروزان هدایت باشد در این تاریکی های دنیا، واقعا ارزشش زیاد هست. و اما در مورد کشتی نجات ظاهرا تعبیری هست که تمام ائمه کشتی نجات هستند و باعث نجات غرق شده ها میشن، اما تعبیر دارد در مورد امام حسین که این کشتی امام حسین اسرع و اوسع هست، یعنی سریعتر هست و وسیعتر هست و افراد بیشتری را این کشتی میتواند نجات بدهد، که شاید تعبیر گناهکاران باشد. ما زیاد دیدیم گناهکارانی را که در این راه آمدند و هدایت شدند و بالاخره نجات پیدا کردند از هلاکت و غرق شدند. آفرین. خب این نمونه هایی که فرمودیم بسیار فراوان است. امینی گفته کشتی نجات است، چراغ هدایت،
و وسیع‌تر سریع‌تره. بسیار ما مصادیق داریم که در خود از زمان حسین ابن علی او کسانی که امام تک تک اونا رو انتخاب کردن، درست، نامه‌ای که نوشتن به حبیب ابن مظاهر، یعنی امام به دنبال او رفتن، نامه‌ای که نوشتن مثلا به زهیر ابن قین، او صحبتایی که با اصحاب خاص کردن و گفتگویی که با خور ابن یزید ریاهی کردن. بعد از جریان کربلا به همین نحوه ما در تاریخ افراد بسیار برجسته‌ای داریم که اینها آزاد شدگان و هدایت شدگان حسین ابن علی هستن، از اشخاص بسیار کسانی که بسیار منحرف بودن. من همینجی این فرصت قنیمت میشمارم، اشخاص فراوانی از کتاب هایی هست در زمینه، اگه بیننده های محترم در کامپیوتر خود ایر سرچ کنن، یک کتابی نوشته شدن به نام رسول ترک، درست، این داستان خیلی زیبایی داره، شاید کتاب مثل یک هفته دو هفته خود خواندن ای طول بکشه، جاله. ولی من خیلی خلاصه اشاره میکنم که یک فردی بود بسیار شرور، در کتاب نوشته و بسیار کسی که حتی با جاندارمری اون منطقه درگیر میشد، مشهور بود به شرارت و به فساد و عربده کشی و مثلا ولی بسیار به حسین ابن علی علاقه داشت، یعنی وقتی که باز محرم میشد ای ترک میکرد و علاقه داشت که به جلسات حسین ابن علی شرکت کنند با همو چیز. و میگن که این وقتی به همو حالتی هم که بوده میخواست به جلسه حسین ابن علی شرکت بکند، یک چند دقیقه دهان خودش زیر آب میگرفت، میگفت که من این دهانم به یک جلسه که میرم پاک باشه. خب در یکی از ماهای محرم که این شرکت میکنه به جلسه، یک چند شب که به یک جلسه خاصی میره، هیئت امنای اون جلسه از حضور این ناراحتن، چون آدم فاسدی بوده، فاسدی بوده. اینا با هم شب اول میشینن میگم خب ما چی بگیم به او. دو شب سه شب تعامل میکنم با هم، میگم که خب حضور ای در جلسه ما کسر شأن مایه، میگم خب چی جلسه ایه که فلانی به او جلسه میره. یک نفر از جوانها که جوانتر هست این به عهده میگیره که به ای بگه که آقا شما نیه به جلسه ما. و ای در یکی از شبها از وسط هیئت بلند میشه، بقیه هم میبینن، جوری هست که محسوس هست ای حرکت، میره به مقابل او شخص رسول میشینه و میگه من از طرف رئیس هیئت هستم، یک کلام به تو میخوام انتقال بدم. او اینه که لطف بکن دیگه به جلسه و هیئت نیا، یعنی اذیت بشه، ما دوست نداریم. بالاخره به یک نحوی بیان را میرسونه، جواب میده. بقیه فکر میکنم که حال او یک دعوا را مندازه، یک سرصدا، چون آدم خشنی بوده. ولی به عظمت حسین ابن علی، چون بسیار احترام داشته به جلسات و خیلی هم خشمین شده بود، ولی سکوت میکنه و سرش مندازه پایین و میره و میره مستقیم به خانه خود میره دیگه. شبم میخوابه، فردا صبح میبینه که یک کسی زود زود در خانه رو میکوبه. ای خوب میگه ای به من کسی کار نداره، بالاخره یک فردی بوده که تنها هم زندگی میکرده. خلاصه در باز میکنه، نه این مرتب میکوبه، در باز میکنه که او رئیس هیئتی که شبها میرفته اومده در خانه و خلاصه در که باز میکنه اینو با آغوش میگیره و خلاصه میبوسه و عذرخواهی میکنه، معذرت خواهی میکنه و میگه که او رفتار دیشب ببخش و بیا از امشب بیا، درست، بیا مرتب بیا. چه اتفاق افتاده؟ ای برش تعجب میشه که خب چی رقم شد دیشب که من بیرون کردیم. ای اصرار میکنه که بگو جریان چیه. او نمایه بگه من یک سری به تعبیری هست، ولی چون حسین ابن علی دعوت کرده ای باید به زبان ای رئیس هیئت بیان بشه. او خوابش بیان میکنه که وقتی من دیشب رفتم، جریان نقل میکنه با خصوصیاتی که در کتاب مطالعه بکنه، خیلی زیبا هست. و این فرد وقتی میشنه و که یعنی من امام حسین به او اینقدر لطف داشته، لطف داشتن، من یعنی پاسبان خیمه های ابو عبدالله، در جریان خوابی که میبینه پاسبان خیمه های ابو عبدالله بوده، زندگیش تغییر میکنه، این واقعا تغییر میکنه. یک فرد میشه که واقعا همون توبه نصوح که میگن، زندگی متحول میشه و خیلی مشهور میشه. یعنی عزاداری های او، گریه های او بعد از او که
این جریان اتفاق میفته خیلی عجیب، یعنی زندگیش هم تغییر میکنه، از اون فساد و گناه و از اون کارهایی که داشته دست میکشه. چقدر زیبا، چقدر شنیدنی، چقدر نام امام حسین زیباست، مجالس او چقدر دوست داشتنی هست و آزاد شده های راه حسین چقدر زیبا زندگی میکنند و چگونه عاقبت به خیر میشن. بسیار ممنون، متشکرم از شما آقای رمضانی و تشکر از بینندگان عزیز همراه برنامه مصباح الهدا. فرمود که خداوند متعال هر که را دوست داشته باشد محبت حسین را در دل او قرار میدهد. به چه مشغول کنم دیده و دل را که مدام دل تو را میطلبد، دیده تو را میجوید. بینندگان عزیز و ارجمند، تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدار شما.